سالهای سال با حجاب تو مسابقات شرکت میکردم و خب این چیزی بود که چیزی نبود که من دوست داشته باشم و انتخاب من نبود و سالهای سال مخالفش بودم، ولی جرأت نمی کردم که در موردش صحبت بکنم. و اینکه بالاخره تونستم این اعتراض خودم رو نشون بدم و این حمایت خودم رو به جنبش زن زندگی آزادی و همینطور برای آزادی زنان ایران نشون دادم و بالاخره میتونم بدون حجاب و اون چیزی که دوست دارم، اون جوری که دوست دارم تو مسابقات شرکت بکنم. من از اونجایی که توی یک خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شدم تا سالهای سال بالاخره من متوجه نمی شدم که به صورت باید چطوری به ما ظلم میشه، چطوری ما رو سرکوب میکنن. ولی خب به صورت این سفرهای خارجی که داشتم توی مسابقات مختلف با فرهنگهای مختلف که آشنا می شدم، با ورزشکارهای دیگه که صحبت میکردم، واقعا کم کم متوجه این اختلاف شدن و اینکه چطور اونا دارن آزادانه زندگی میکنن، ما چطور تحت فشار و سرکوب هستیم. خب خیلی دلتنگ هستم، ولی خب فکر میکنم که تصمیم درستی گرفتم و اینکه حتی باید خیلی زودتر این کارو میکردم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه اطرافیانم و اینکه به صورت اون موقع فضایی که اون موقع بود اینجوری نبود که، یعنی اینقدر واضح نبود که من بخوام این کارو زودتر انجام بدم. خب این مصاحبه اینطوری بود که همونطور که شما گفتید به صورت هم نازی پاکیزه و هم شما حمایت کردید و گفتید که نباید ورزشکاران خارجی به ایران بیان به خاطر اینکه تو ایران حجاب اجباری بذارن و در صورت حکومت دیکتاتوری هست و درسته که نباید قبول بکنن. و ولی من اون موقع با من خبرنگار گاردین و من تماس گرفت و اینکه این مصاحبه رو خیلی خیلی جهتدار و این خبرنگار قشنگ به من حرفهای خودش رو وارد این مصاحبه میکرد و حتی تیتری که زده بودن این حرفی نبود که من گفتم. ته دلم واقعا ناراحت بودم که از من به عنوان ابزاری استفاده کردن که بخوان نشون بدن که آره ما توی ایران ورزشکارامون با این قضیه اوکی هست. جمهوری اسلامی از ورزشکاران از هر امکان، از هر جایی که بتونه استفاده بکنه استفاده میکنم برای اینکه عقاید و افکارشون رو توسعه بدن برای پروپاگانداهای خودشون. و اینکه خب ورزشکارا چون از این جامعه برمیان و اینکه خب این وضعیت رو میبینن که به صورت چقدر آدم کشته شدن، چقدر دخترامون پسرامون چشماشون رو از دست دادن، چقدر آدم خونشون ریخته شد، و اینکه فکر میکنم که درست نیست که به خاطر اینکه مدال بیارن یا شهرتی کسب بکنن از جمهوری اسلامی حمایت بکنن و ساکت بشینن. و اینکه خیلی مهمه که حداقل اگر که حمایتی نمیکنن حداقل طرفدار جمهوری اسلامی نباشن.